به اولین قسمت از فصل تازه برنامه تماشا خوش اومدید. من رجا اسدی هستم، مجری جدید برنامه. در طول هفته در خیابان‌های شهر چرخ می‌زنم، اخبار هنری رو دنبال می‌کنم و هر هفته یک جای تازه برای اجرای برنامه انتخاب می‌کنم. این هفته به خیابان‌های شوردیج، محله‌ای در شرق لندن اومدم. در و دیوار این منطقه پر از آثار هنرمندایی که دلشون میخواد هنرشون رو نه در فضای بسته گالری ها که در فضای عمومی شهر به نمایش بذارن. با این کار هم مخاطبان بیشتری پیدا میکنن و هم به نوعی در و دیوار شهر رو مال خودشون میکنن. و اما در برنامه این هفته، راز ماندگاری تصنیف‌های عارف. لوسیان فروید و 50 چهره هنرمند در رویال آکادمی لندن. کنارگیری جمعی هنرمندان از جشنواره‌های فجر در گفتگو با گروه فورنزیک آرکیتکچر. از خون جوانان وطن لاله دمیده، یکی از محبوب ترین تصنیف های میهنی به زبان فارسی که امسال دقیقاً 100 سال از تاریخ سرایشش میگذره. شاعر و آهنگساز این تصنیف عارف قزوینیه، هنرمند شوریده حالی که زندگیش در عشق های نافرجام، غم وطن و تبعید و گریز خلاصه شده. اما راز ماندگاری تصنیف های عارف در چیه؟ این سوالیه که تماشا از ارشد طهماسبی، مؤلف کتاب تصنیف های عارف پرسیده. ابوالقاسم عارف همان شاعر وطن پرست تصنیف‌ساز و آهنگسرداد شهید که نامش در تاریخ انقلاب مشروطیت ایران به حفظ رفت. آنها که آواز عارف را شنیدند میگویند هنجره داوودی داشت. این برنامه به یاد شادروان عارف تنظیم گردیده. یه واژه‌ای یا یه اصطلاحی در مورد در موسیقی هست به نام خنیاگر. بهترین شکل ارائه موسیقی اینه که موسیقیدان خودش بسازه، بسرایه، شعرش رو خودش بگه و مجری هم خودش باشه. عارف قزوینی خنیاگره. ساز نمیزده اما میخونده. صدای دودانگ بسیار خوبی داشته. شعر مال خودش بوده، آهنگ مال خودش بوده و خودش هم رو صحنه اجراش میکرده توی کنسرت ها. کلام آمیخته با آهنگ او وقتی با لحن خوش و زیرایش ادا میشد چنان در دل مینشست و نیز به شرای میرسید که قطرات خون شنونده را با بهشتین رایحه‌ای معطر میساخت. شایع بود که میگفتن اگه عارف تصنیفی رو در تهران بخونه یک هفته بعد میشه اون تصنیف رو در شیراز هم شنید. یعنی مردم خیلی اقبال داشتن، به رو می آوردن به تصنیف و تصنیف خوندن. عارف وقتی تصنیف می ساخت روند ملودیشو از ابتدا تا انتهای تصنیف بر پایه حرکت در مقام‌هایی قرار میداد که شکست پرده نداشته باشند و بشه به سهولت اونها رو خوند. مثلا اگر در آواز دشتی تصنیف می ساخت دیگه وارد قسمت اوج نمی شد. برای همین برای مردم بسیار راحت بود که این رو پیگیرانه زمزمه بکنن و بلافاصله یادش بگیرن. در دوره‌های جدید متاسفانه اینطوری نیست. یعنی الان شما وقتی به کنسرت ها میرین یا سی دی ها رو میخرین، آهنگساز ها طوری عمل میکنن که انگار میخوان به همه امور در یه تصنیف بپردازن. یه دستگاهی رو شروع میکنن، سگاه رو درآمدش رو میزنن، قسمت زابلش هم میسازن، مویش هم میسازن، یعنی شما در مجموع چیزی از این تصنیف به یادتون نمیمونه. طبیعی هم هست، حافظه ها کند شده. و این تفاوت تصنیف در دوره قاجار هست با تصانیف امروزی. در یکی دو مقام بیشتر اونها حرکت نمی کردن و ملودی می تونست روون تر به ذهن بشینه. دل هوس سبز و صحرا ندارد. تأثیر شعر عارف در صمیمیت و سادگی
و بی تکلفی و طبیعی بودن کلام اوست که هیچگاه حال و حقیقت را فدای صنعت و زینت و ظواهر شعر ننمود. تصنیف های عارف همیشه اینطوری بوده که 5-6 بند شعر متفاوت رو اما با همون سبک و سیاق ملودی خاص در نظر می گرفته که یکیش در برگیرنده مضامین اجتماعی سیاسی بوده، یکیش تغزلی و عاشقانه بوده. مثلا اگر همون تصنیف معروف از خون جوانان وطنش رو توجه بکنید، این قسمتش سیاسیه، اجتماعیه، اما همین شعر یک بند دیگه داره که به صورت تغزلی و عاشقان از هنگام می و فصل گل و گشت و جانم گشت و خدا گشت و چند من شد. عارف گویی همیشه دل بر کف دارد و برای نثار به خوب رویان آماده است. خود عارف هم بدین معنا اقرار دارد. از کفم رها شد قرار دل، نیست در کفم اختیار دل. از کفم رها شد قرار دل، نیست و دست من حبیبم اختیار دل، عزیزم اختیار دل. یکی از وجوهی که مثلا تصانیف عارف داشته و میتونسته خیلی زود پراکنده بشه بین مردم، این که در تصنیف از تحریر استفاده نمی کرده. چرا؟ چون مردم عادی که تحریر ندارن. تحریر چیزی که باید در ساختمان حنجره انسان وجود داشته باشه تا بتونه یه خواننده توانا بشه. مردم باید بتونن تصنیف ها رو روان بخونن. در تصانیف عارف همونطور که گفتم نه به مقام های متعددی مدگردی میشه، نه از تحریر آنچنان استفاده میشه. عارف از تعصبات خشک و بیجا، خرافات و تلون عقیده، دروی، تملق، بوقلم و صفتی و رنگ و نیرنگ و ریا بیزار و سخت عصبانی بود. به تلخی از مردم یاد میکرد که پروانوار به دور کسی که در قدرت و شهرت هست میکرخند، ولی به هنگام سردی و بیبرگی حتی یادی هم از اون نمی کنند. عارف قزوینی توی دیوانش میگه زمانی من شروع کردم به ساختن تصنیف ملی وطنی که تصنیف، ببخشید من نمیتونم لفظ خودش رو به کار ببرم، یه کمی سعی میکنم که ملایمترش بکنم، که یا تصنیف برای زنان خیابانی ساخته میشد یا برای ببریخان گربه ناصرالدین شاه. اگر استیلای سیاست آن روز بیگانگان و مداخلات ناروا و مظالم آنها را در نظر آوریم، در رأی العین می‌بینیم که بیشتر رمز حزن‌انگیز بودن غزل‌ها، ترانه‌ها و آهنگ‌های عارف در چه نهفته است. خاصه که به این عقیدت هم باشد. از آن ملت هم که هیچ کارش به غیر ناله و آه و فغان نبوده. اگه من بخوام یه نظر کلی بدم، واقعیت اینه که هنوز هم در تاریخ موسیقی ما غیر از معدود آثاری که شاید بشه به تعداد انگشتان دست ازشون یاد کرد، هنوز هم قدرت تصنیف سازی و ملودی پردازی به ظرفیت و قدرت دوران عارف و علی اکبر شیدا نمیرسه. برای همینه که هنوز هم اینها وقتی اجرا میشن باز هم شنیدنیان و انگار به روز هستن. تصانیفی هستن که مثل شعر حافظ تاریخ مصرف ندارن، به روز هستن. همیشه میشه اینها رو شنید و لذت برد. فارغ از این که خب موسیقیدانان معاصری داریم، مثلا آقای لطفی تصنیف به یاد عارفش همیشه شنیدنیه.
کارخانه آرگو میزبان نمایشگاه از کارهای نازگال انصاری نیاز که بخش قابل توجهی از پرونده کاری این هنرمند را نشون میده. استفاده مفهومی انصاری نیا از جنبه‌های اجتماعی، تاریخی و زیباشناسی ایرانی، همینطور حساسیت نسبت به فضاهای معمارانه داخلی و خارجی، ویژگی چیدمان‌ها، حجم‌ها و آثار چندرسانه‌ای این هنرمنده. انصاری نیا در بیشتر کارهاش از خط و نوشته در موقعیت‌های متفاوت استفاده می‌کنه. یکی از کارهاش حجمی استوانه‌ای از جنس مقوا و چسب کاغذ که از وسط چاک خورده. تنها با سرک کشیدن به درون فضای میان این شکاف متوجه میشیم که شیارهای روی استوانه از کش و قوس‌های نوشته‌های درونش نشأت گرفته. غزاله عنوان نمایشگاه جدیدی از کارهای سید محمد مساوات در گالری محسن تهرانه. او در این نمایشگاه تلاش کرده تا در قالب چند مجموعه متفاوت تکنیک‌ها و موضوعات مختلفی رو به آزمون بذاره. مجموعه ببر مازندران اندام‌های خطی هستند که تصویرهایی از مردانی در حال کشتی گرفتن رو با عجایب المخلوقاتی الهام گرفته از نگارگری ایرانی و نقاشی قهوه‌خانه‌ای ترکیب کرده. در مجموعه ازل اندوه، رنگگذاری و طراحی‌های تا حدی تصادفی مساوات کیفیت سیالی به ترکیب بندی‌ها و شخصیت پردازی‌ها داده. او مجموعه ای از اندام‌های ماهیچه‌ای رو نمایش میده که درون بدن‌های گوشتی و متلاشی شده‌شون نمایانه. در گزارش بعدی سر کوتاهی میزنیم به نمایشگاه نقاشی که یکی از برجسته‌ترین چهره‌نگاران و پیکرنگاران قرن بیستم بود. لوسیان فرود یکی از معدود نقاشانی بود که در قرن گذشته به مدت 7 دهه خودش رو از نوجوانی تا پایان عمر به طور مدام نقاشی کرد. دیوید دوسن که در 2 دهه پایانی عمر لوسیان فرود دستیار او و مدل خیلی از تابلوهاش بود، درباره این آثار میگه: چهره جانم را آنی چنین می نگارم و آن دیگر، آنگاه که جانم رو به سوی دیگر می کند، نقش چهره جانم دگرگون می شود. اگر هر بار از خود دیگر گونه سخن می گویم، از آن روز که به خود دگرگونه نگریستم. از داد جملگی در جان منند. این گفته میشل دومونتن، نویسنده به نام عصر نوزایی در سده 16 هم، عمق معنای اوتوپورتر است. اوتوپورتره یا خودنگاره یعنی نقاش خودش موضوع نگاه و تأمل خودشه. یکی از مهمترین نقاشان قرن بیستم که حدود 7 دهه انبوهی از خودنگاره ها به جا گذاشت، لوسیان فروید بود. مجموعه کنار هم گرد آمده این خودنگاره ها هم سیر تحول او به عنوان نقاش رو بیان میکنه و هم سیر تطور جهان آثار او رو. از اونجا که لوسیان از سن خیلی پایین شروع کرده به نقاشی از خودش، ما اینجا حدود 7 دهه کار ازش داریم. دلم میخواد نشونتون بدم که در طی این سالها درگیری لوسیان با مسائل مختلف نقاشی چطور تغییر کرده. از کارهای سالهای اولیه که خیلی ظریفن و خط در اونها نقش پررنگی داره گرفته، تا کارهای سالهای بعد که در اونها رنگ اهمیت اساسی پیدا میکنه و رد قلمو هم جزوی از ساختمون کار میشه. در این آثار میتونیم خط سیر طبیعی و روشن مردی رو ببینیم که زندگیش رو وقف نقاشی کرده و در تمام این سالها به خودش هم نگاه میکنه. اغلب لوسیان خودنگاره‌هاش رو زمانی شروع می‌کرد که روابط عاشقانه‌اش در بحران بود و داشت برهه سختی رو می‌گذروند، یا اوقاتی که داشت سعی می‌کرد چیز جدیدی رو در رنگ و نحوه رنگ‌گذاری کشف کنه. اینجور وقت‌ها هم خودش مدل کار خودش می‌شد. خودنگاره‌ها همیشه ثمره دوران گذار در زندگی و کارش هستند.
وقتی نقاش به خودش در آینه نگاه میکنه چی میبینه؟ در این چهره در چهره شدن، در این مواجهه با خود به دنبال چه چیزیه؟ لوسیان همیشه موقع کشیدن خودش از آینه استفاده میکرد و نقاشیش همیشه پاسخ و واکنشی بود به اون چه در آینه میدید. قوت لوسیان در این بود که نمیترسید. به روند کار و کشف تازه‌ای که در این مسیر حاصل میشد اعتماد و اعتقاد داشت. نقاشی کردن خودش برایش سخت‌تر از نقاشی کردن دیگران بود، چون باید تصویر ذهنی رو که از خودش داشت به چالش می‌کشید. اون تصویر رو در هم می‌شکست تا چیز تازه‌ای رو در خودش کشف کنه. تمام دنیای لوسیان متمرکز بر یه جور حقیقت گویی بود. معتقد بود حقیقت با واقعیت فرق داره، به این معنی که حقیقت چیزی رو مکشوف می‌کنه، چیز تازه‌ای رو به ما نشون میده. هدف هر خودنگاری هم براش همین بود. And that's what he was doing with every single portrait. اتمام هر تابلو اغلب بین 1 تا 2 سال طول می‌کشید. یعنی فروید ساعت‌های متمادی رو می‌بایست هم در خودش تأمل می‌کرد، هم در اونچه در آینه می‌دید و هم در نفس کار خودش، یعنی نقاشی و معنای اون. تصویر برهنه هنرمند در 70 سالگی که کاردک و شستی در دست، اوریان در میانه تابلو ایستاده، ثمره تمام این تأملاته. در خودنگاره اوریان، لوسیان مرد 70 ساله‌ایه که خودش رو برهنه ترسیم کرده. هر حجابی رو کنار زده و خودش رو اوریان به تصویر کشیده. حالا هوای شکسپیری داره. این برهنه شدن عملی قهرمانانه نیست، نمایش زندگیه، همون شکلی که هست. کنار گذاشتن تمام دانسته‌ها در مورد خوده تا با نگاهی تر و تازه به سراغ این خود بره و بی هیچ پیش داوری به چشم، قدرت تصمیم گیری و احساسش اعتماد کنه و مصمم رنگ رو بر بوم بذاره. روزها شاهد موج گسترده از نامه‌ها و پیام‌های شخصی و گروهی هنرمندانی هستیم که گفتند در جشنواره‌های فجر که این وقت سال در ایران برگزار میشه شرکت نمی‌کنند. این کنارگیری‌ها به دلیل سقوط هواپیمای اوکراین و اعتراضات آبان ماه انجام شده و واکنش‌های زیادی در جامعه ایران داشته. بخش خبری بی بی سی فارسی توی مدت با مصاحبه‌های متعدد این رویدادها را پوشش داده. ما هم در تماشا سراغ گروه فورنزیک آرکیتکچر میریم، گروهی از هنرمندان بین المللی که تمرکز پروژه هاشون مقابله با خشونت های سیاسیه. نمونه های اعتراض ها و کنارگیری های دست جمعی هنرمندا در برهه های سیاسی پرتنش در دهه های اخیر کم نبوده. از اعتراضات فیلمسازا در جشنواره کن در ماه می 68 و بینال ونیز همون سال گرفته تا دعوت از هنرمندای بین المللی به تحریم رویدادهای هنری دولتی در آفریقای جنوبی، اسرائیل، ترکیه و غیره و غیره. سوالم از شما اینه، به نظرتون این اعتراضها و کنارگیری های جمعی چه اهمیتی داره؟ و فکر میکنین چه نتایج و پیامدهایی میتونه داشته باشه؟ فکر میکنم به عنوان کارگران عرصه فرهنگ یکی از بزرگترین ابزارهایی که در دست هنرمندان هست امتناع از کار کردنه. میتونیم کار نکنیم، میتونیم از کار کردن در بعضی شرایط فرهنگی و سازمانی خودداری کنیم. در فلسطین خیلی روشن نمونش رو میبینید. گروه‌های فعال در جامعه مدنی فلسطین
از جامعه فرهنگی بین‌المللی خواستن که محصول کارشون رو که میتونه اثر هنری، فیلم، چیدمان یا تولید فرهنگی دیگه‌ای باشه در رخدادهای هنری که برگزار کنندگان یا حامیان مالیشون نهادهای اسرائیلیان نشون ندن. چون مخاطب فلسطینی امکان دیدن این آثار رو نداره. در شرایط تبعیض‌آمیز و آپارتایدی که اسرائیل به وجود آورده، فلسطینیان الخلیل، رام الله و غزه نمیتونن به دیدن نمایشگاهی برن که برای مثال در موزه هنر اسرائیل برگزار شده. چطور میشه در شرایطی که سیاست بین شما و مخاطب شکاف ایجاد کرده، فرهنگ تولید کرد؟ بیرون کشیدن کار از یک رخداد هنری، مابزای هنری دست زدن به اعتصاب عمومیه. بنابر نظریه‌های اعتصاب عمومی کارگران و به گفته متفکران کمونیستی مثل روزا لوکزامبورگ، امتناع از کار کردن یک کنش سلبی نیست، بلکه باز کردن مسیر دیگری برای کنشه. کار نکردن، اعتصاب کردن و رشد ذهنیت‌گرایی همه به معنای تولید نوع دیگری از کاره که خیلی هم مهمه. اما در این حال، هر دعوت به مشارکتی معضلات خودش رو داره و فکر می‌کنم لازم این آگاهی کلی رو هم داشته باشیم که کار کردن با هیچ نهادی بی نقص نخواهد بود. برای مثال ما در فورنزیک آرکیتکچر گاهی در دادگاه حاضر میشیم و شواهد و یافته هامون رو اونجا عرضه میکنیم. در حالی که میدونیم دادگاه ها مراجع بی نقص اجرای عدالت نیستن. به خصوص در شرایط استعماری و نو استعماری. یا مثلا از ما برای نمایش کارهامون در گالری ها دعوت میشه و ما هم میپذیریم. نه فقط در خاورمیانه بلکه اینجا در اروپا و یا در آمریکا. ما آگاهیم که این مؤسسات فرهنگی قیودی دارند در قبال بازار و یا حامیان مالیشون یا گاهی منافعی دارند که لزوماً با منافع ما یکی نیست. بنابراین هر نوع شرکتی در کار با یک مؤسسه یا در یک قالب فرهنگی همیشه یک شرکت انتقادیه. پاسخ ما هم همیشه یکی نیست. مسئله همیشه کنار کشیدن نیست، بلکه در نظر گرفتن شرایط خاص و چارچوب هر شرکت کردنیه. و اینکه ببینیم آیا این شرکت ما در یک رخداد هنری یا حضور در یک دادگاه، نمایش کار در یک گالری، سخنرانی در یک دانشگاه، مشارکت در کمیته حقوق بشری یا در سازمان ملل به پیشبرد منافع جمعیتایی که ما باشون کار میکنیم کمکی میکنه یا نه. و ما با جمعیتایی کار میکنیم که بدترین انواع خشونت حکومتی رو متحمل میشن. مسئله اینه که هر جور شرکت کردنی باید شرکتی انتقادی باشه. شرکت کردن با توجه به شرایطی که به کار ما امکان عرضه شدن، فهم شدن و مورد بحث قرار گرفتن رو میده. سمانه، به نظر تو مخاطب چه نقشی ایفا میکنه؟ من فکر میکنم که این که جدا میکنی مخاطب رو با کسی که با هنرمندی که داره کاری رو نشون میده، با اون کسی که داره اون انستیتوشن رو ران میکنه، این جدا کردن این ستا شاید خیلی مفید نیست. جشنواره ها، گالری ها، اینطور اتفاق ها، اینا به نظرم یه جور فورم هستن که باید توشون یه کاری رو بتونی انجام بدی. این کار شاید نبودن توی این فورم خودش یه کاره، شاید اومدن تو و عوض کردن داستان توش یه کاره، شاید نوشتن راجب خود این فورم یه کاره. احساس میکنم که ما هممون، یعنی هر جوری که هر کدوم از هر کسی به این فورم یه ربطی داره، حالا هر نقشی که داشته باشه، باید یه کاری رو انجام بده در رابطه با این فورم.
به خودی خودش این حرکت شاید معنی نمیده. وقتی معنی میده که در رابطه با مخاطبهایی که بخوان کارو ببینن هم باشه. یعنی باید یه کار گروهی باشه که کسایی که کلن روی این هنر هستن، حالا نقشه مختلفی دارن، چه بخوان روش کار بکنن، چه بخوان چه کار درست کرده باشن قبلا، چه ببیننش، همه اینا به هر حال یه یعنی این حرکت باید همه اینا رو شامل بشه. سمانه ویال، خیلی ممنون. Thank you so much. این برنامه تموم شد، اما تماشا رو میتونید دوباره روی وبسایت و یوتیوب بی بی سی فارسی تماشا کنید. گزارش ها رو هم میتونید روی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک بی بی سی فارسی دوباره ببینید. ممنون که همراه ما بودید. تا برنامه بعد، خداحافظ.